دیشب 80 نوازنده در 80 سالگی پدر سمفونیک ایران نواختند. اپرا، ترکیبی از موسیقی و یک داستان. خوانندش با تمام قدرت فریاد میزنه، اونقدر رسا که از یک ارکستر 100 نفره عبور کنه و به گوش مخاطب برسه. پدر اپرا و سمفونی ایران لوریس چکناواریانه، آخرین آهنگساز از نسل رمانتیک های ایران، اهل بروجرد و فارغ التحصیل آکادمی موسیقی وین و رهبری ارکستر از دانشگاه میشیگان، با بیش از 75 اثر و موسیقی متن فیلم در جهان شناخته شده است. کسی که با سرانگشتانش نوت‌ها به صف میشن تا با سیمرغ به پرواز در بیان و یا رستم و سهراب رو روایت کنن. موسیقی یک زبانیه که همه آدم همه میفهمن. حس غم، حس شادی، حس درد، همه چی تو اون موسیقی هست. ویولون میزد یه نفر که اومدم خونه، دو تا مداد برداشتم و تقلید ویولون کردم. و وقتی پدرم که خیلی دلش میخواست که من مهندس بشم و یا وکیل بشم و این حرف بشم، ولی وقتی دید عشق من تو موسیقی خیلی زیاده، بعد گفت حالا که اینطوره برو وین. یگان ایرانی که وقتی فقط 16 ساله بود ارکستر سمفونیک کشورمون رو رهبری کرد. بر اساس اون کوره که مردمی که میخونن تو خیابونا موقع محرم، تحت تاثیر خیلی شیر خدا بودم. جهان ای پسر. و حالا اینجا در تالار وحدت 80 نوازنده برای 80 سالگی چکناواریان می نوازند با اجرای اپرای زیرخاکی پردیس و پریسای 46 ساله. 80 سالم نیست، به مناسبت 8 سالگی بگیم بهتره. آثاری هست که میخوام بنویسم، جاهایی هست که میخوام برم ببینم، کتابایی هست که میخوام بخونم. افتخار بزرگیه که این قطعه داره اجرا میشه. خیلی خوشحالم که تونستم کوچکترین نقش رو تو این جمع داشته باشم. اسطوره موسیقی کلاسیک ایران تمام نشدنیه.